با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند، علاقه‌مندان به ورزش محبوب والیبال. تا ارتباط صدای ما با دوست خوبم جواد محتشمیان در سالن 12000 نفری آزادی تهران برقرار میشه، از پخش شبکه ورزش با گزارش دیدار تیم‌های ملی والیبال کره جنوبی و پاکستان با شما خوبان خواهم بود. گروه سوم رقابت هاست، سفیدپوشان پاکستان در برابر دیدار تیم‌های ملی والیبال کره جنوبی و پاکستان با شما خوبان خواهم بود. گروه سوم رقابت هاست، سفیدپوشان پاکستان در برابر تیره‌پوشان کره جنوبی برگزارکننده این دیدار هستند. بازی که صدرنشین گروه سوم رو تعیین خواهد کرد و به احتمال زیاد کره جنوبی میتونه تیم برتر این زمین باشه. شاگردان مون یون کوان در تیم کره جنوبی در برابر پاکستانی های قرار میگیرن که در این دوره از رقابت ها تحت هدایت حسن مظهر پای به مسابقات گذاشتند. 3-1 به سود پاکستان در شروع این دیدار و این هم امتیاز چهارمی که با خطای بازیکن کره جنوبی به دست میاد. یارنه روی تور رو ملاحظه میکنید، سرویس زده خواهد شد برای پاکستان. یار 17 این تیم در منطقه سرویس هست. ایدرس سرویس رو خواهد زد. به صورت کنترل شده دریافت اول با ساید انجام میگیره، پاس بلند و این تکلیف هایی که شاید هست. حساب کار 5-1 میشه با دفاع زیبایی که از تیم پاکستان در زیر پاکستان شاهد بودیم. این پاس پشت و این هم حرکتی که به وسیله یار 7 اسماعیل انجام گرفت. ارتباط صدای ما برقرار شد با جواد محتشمیان. ادامه گزارش این بازی رو از زبان جواد محتشمیان خواهیم شنید. به نام خدا. سلام از خدمت شما بینندگان گرامی. از مسابقات دیدار دو تیم کره و پاکستان. پاکستانی که تا به اینجا عمل کرده خیلی خوبی رو داشته، تونسته کره رو با 4 پوان اختلاف پشت سر بگذاره. تعویضایی که در کره انجام میگیره تا شاید بتونه شرایط رو تغییر بده. داره تیم پاکستان. پاکستان که در سمت چپ شروع کننده ی بازی است. محمد ایدریس باید ضربه اول رو به توپ بزنه. حالا این کار رو انجام میده. توپ امتیاز برای کره. توپش در محدوده زمین کره جا نمیگیره. 16 برای کره. جی توان باید شروع کننده بازی باشه. به صورت جهشی موجی. دریافت در زمین پاکستان به خوبی انجام نمیگیره. برگشت توپ به زمین کره. چه نقشه ای؟ از منطقه 4 دریافت خوب در زمین پاکستانی ها. چه توپ خوبی رو دریافت انجام دادن، بلکه توپ به خوبی در اختیار پاسورشون قرار گرفت و حاصل این عمل کرده خوب آبشاری که به دست مدافعین روی تور کره برخورد میکنه و به خارج زمین میره. پاکستان 6 بازی که قطعاً برای کره ها چه بسا درد سرساز بشه. پاس کوتاه، یک لحظه تعلل کافیستا مینهو بازیکن کره ها. توپش در زمین پاکستان بخوابونه. سوک در منطقه سرویس باید ضربه اول رو به توپ بزنه. 3 امتیاز برای کره، 3 پوان برتری از آن پاکستان. یک سرویس خوب سن سوک کوک. 1 پوان سرویس رو میگیره. انقدر سرعت توپ بالا بود دفاع عقب زمین پاکستان منیر خان اصلا نتونست مسیر توپ رو تشخیص بده، با خودش مسیر توپ رها بکنه. 4-6 مجدداً سوک حالا سرویس رو میزنه، این دفعه با دقت بیشتر. پاسی به خوبی در اختیار مهاجم گیره. دریافت توپ دوبله وسط برگشت. توپی که از روی تور رد نمیشه. داور اول این دار آقای نوژان امیرزاک از قزاقستان با دست اشاره میکنه که توپ به تور برخورد کرده. داور دوم روبرت دیتلوفسکی از استرالیا.
یک پوان سرویس رو میگیره پاکستان 8-4. محمد اسماعیل خان زننده سرویس برای پاکستانی ها بود. اولین زمان وقت اصلاحات فنی در این ست در اختیار دو تیم قرار میگیره، اما باید به این نکته اشاره بکنیم که پاکستان تو به اینجا خوب کار کرده. کره‌ای که در آسیا و جهان یک زمانی در دفاع عقب زمین بهترین ها بود، حالا در کمند تیمی گرفتار میشه به نام پاکستان. کار خوب پاکستانی ها به خصوص در خط حمله شون انقدر سرعت داشته ضرباتش به توپ زدن که نتونسته دفاع عقب زمین کره مسیر توپ رو تشخیص بدن و دریافتی رو انجام بدن. کره‌ای‌ها که با یه شرایط متفاوت کار رو دنبال میکنن. یونگ مین وون پاسورشون با 35 سال سن همچنان این تیم رو همراهی میکنه. پس از اتمام یک دقیقه اصالت فنی دو تیم به زمین بر میگردن. پاکستانی که کار خوبی رو تا به اینجا دنبال کرده. اسماعیل خان دریافت در زمین کره از منطقه 4، برگشت توپ با دفاعی روی توپ دارن کار میکنن پاکستانی ها. این بار شجع در دفاعی روی توپ خیلی خوب کمک کرد به دو دفاعی کنار. سید شجع، اسماعیل خان همچنان در منطقه 3 که این بار توپش از روی توپ رد نمیشه. پنج نو 11 برای کره. مینهو ببینیم چگونه به توپ ضربه میزنه. این هم منیر خان. مینهو حالا سرویسش میزنه، دریافت در زمین پاکستان، پاس بلند منیر خان با یک دفاع در واقع در مقابل توپ قرار داشت، توپشو به خارج زمین میزنه. 6-9. هر چقدر زمان بازی بیشتر میشه کره‌ها یواش یواش جمع و جور میشن و عملکردشون رو تغییر میدن برای رسیدن به تیمی به نام پاکستان. دریافت از منیر خان، این آبشار توپ به خارج زمین میره. چه نقشه‌ای رو به کار گرفتن پاکستانیا و به خوبی اجرا شد، اما زننده ضربه به توپ ناصر احمد از منطقه 6 به صورت دوبله وسط یک فضای خوب رو به این شکل در اختیار داشت بدون برخورد آبشارش به دست مدافعین. توپش به خارج زمین میره. 7-9. کره‌ای که مطمئنن به خاطر تجربیات زیادی که داره به این راحتی در مقابل پاکستان تسلیم نمیشه. حالا باید ببینیم در ادامه وضعیت چگونه برای این دو تیم رقم میخوره. آقای حسن مظهر حسن مربی پاکستانی ها را دیدید که خودش بازیکن بود فکر کنم 7-8 سال پیش برای پاکستانی ها توپ بود. مینهو دریافت در زمین پاکستان، پاس بلند، این آفشار. منیر خان این بار موفق در زدن ضربه به توپ، خیلی هم خوب از موچش استفاده میکنه. از کنار دستای مدافع ریتور این بازیکن توپشو عبور میده. دریافت توپ در زمین کره به خوبی انجام میگیره. حالا از منطقه 2 حمایت در زمین پاکستان، اما خطای توپ. خب به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. التماس دعا داریم از هموطنان گرامی. یونگ مین وون برای کره حالا سرویسشو میزنه، دریافت در زمین پاکستان، پاس کوتاه تک دفاعی خوب. محمد ادریس تک دفاع میشه با یک جابجایی در دفاع روی تور کره
این پوشش انجام میگیره. 9-10 یونگ مین بون پاس کوتاه مجدداً تک دفاعی جی تاوان در مقابل ادوید 10-10 کوانهای دو تیم در ست اول مین در منطقه سرویس این آپشن با حمایت در زمین کره ها همراه میشه و این ضربه به تو با پوشش مناسب در زمین پاکستان منیر خان توپ رو عبور میده و دفاع خوب از منیر خان مدافعین روی تور پاکستان تا به اینجا و این دفاع رو منیر خان انجام داد. پاکستان قبل از کره به امتیاز 11 میرسه. بنیامین در منطقه سرویس قرار داشت. پاس خوب تک دفاعی خوب. تاوان دفاع میشه. جالبه بدونید محمد آدریسی که دو دفعه توسط همون تاوان دفاع شد او رو حالا دفاع میکنه. یکی از دفاع رو پاسخ میده. دریافت در زمین کره. حالا از منطقه دور سرعت توپ رو ببینید چقدر زیاده. سانگ مین با سرعت بالا مون سانگ مین ضربه شو به توپ میزنه. محمد عثمان نتونست در دفاع عقب زمین پاکستان این توپ رو با سطح تکای مناسبی همراه بکنه. مون حالا سرعت رو میزنه. توپ امتیاز برای پاکستان 13-11 منیر خان شروع کننده بازی برای پاکستان. دریافت در زمین کره دریافت به خوبی انجام میگیره. کسی که به دفعه برخورد میکنه به بیرون زمین میره. کوک کوک آبشارش میزنه در دفاع روی تور ناصر احمد نتونست پوشش مناسب رو ایجاد بکنه. تاوان بازیکن کوتاه زن کره حالا سرویسش میزنه. دریافت در زمین پاکستان از منطقه دور به دنبال توپ که به توپ نمیره. حالا سرویسش میزنه. دریافت در زمین پاکستان از منطقه دور به دنبال توپ که به توپ نمیرسه. ناصر احمد آبشارش میزنه توپش به دفاع برخورد میکنه. تغییر مسیر توپ عاملی است تا دفاع عقب زمین کره به توپ نرسه. 14-12 محمد ایدریس حالا سرویسش میزنه. دریافت در زمین کره به صورت دیگه رفتن. این نقشه الان در والیبال مدرن دنیا کمتر اتفاق میفته که مهاجم از منطقه حمله بیاد به صورت دوبله وسط به توپ ضربه بزنه. اما اینقدر سرعت کار بالا بود ببینید اجازه نمیدن دفاع مسیر توپ رو تشخیص بده. هانسوک دریافت در زمین پاکستان از منطقه دور حمایت که در زمین کره انجام میگیره. این آبشار با دقت زده میشه. منیر خان توپ رو میگیره و پاسوری که مهاجمیش جا میذاره عوض که مدافعین رو جا بذاره به گونه ای توپ رو رها میکنه که هیچ مهاجمی از توپ استفاده رو نمیتونه ببره. بنیامین نتونست خط حملهش رو خوب تغذیه کنه. توپ در اختیار مهاجمی قرار نمیگیره. 14-14 توپ در زمین پاکستان پاس کوتاه حمایت در زمین کره ها که متخصص دریافت این توپان و این آفشار از مون سانگ مین ببینید چگونه به خط حمله اضافه میشه. پس از 29 امتیازی که رد و بدل میشه بین دو تیم حالا کره یک امتیاز جلو میاد. هانسوک رو دیدید دریافت در زمین پاکستان این ضربه دو تیم رو در امتیاز 15 برابر میکنه. اسماعیل خان زننده ضربه توپ بود برای پاکستانی ها.
ناصر احمد شروع کننده بازی. سرویسش از روی تو رد نمیشه. امتیاز 16 برای کره. دومین زمان وقت استارت فنی است که در اختیار دو تیم قرار میگیره. کار خوب کره ها در دفاع عقب زمین قطعاً در طول این بازی شاهد و ناظرش خواهید بود. توپایی که از کنار دست مدافعین رد میشه با عکس العمل به موقع و دید خوب توپا رو دریافت میکنن. این مال بازی امروزشون نیست. در واقع تجربه ثابت کرده که همیشه کره ها در هماهنگی دفاع جلو و دفاع عقب زمین بهترین از دیگر. حالا باید ببینیم در ادامه در مقابل پاکستان که در دفاع روی تو و خط حمله خوب کار کردن، ضمنی که دریافتای اول پاکستان هم به خوبی در اختیار پاسور قرار گرفته، به استثنای یک بار که بنیامین نتونست مهاجمش رو صاحب توپ کنه، بقیه کاراشون تا به اینجا خوب بوده. تو تیم به زمین بر میگردن. سن فوت فوک برای کره در منطقه سرویس باید ضربه اول رو به توپ بزنه. حالا این کار انجام میده. سرویسش در مسیر حرکت از روی توپ رد نمیشه. امتیاز 16 برای پاکستان هم ثبت میشه. اسماعیل خان برای این تیم و مدافعین روی تور پاکستان رو دیدید. حالا سرویس شما دریافت در زمین کره که به خوبی انجام میگیره. این آفساید از مون سان مین. سرعت رو ببینید، بازیکنان بدونه در واقع توپ انقدر سریع نزدیک پاسور میان که دفاع پاکستان رو جا بذارن تا مون سانگوین آزاد بشه و با یک دفاع ببینید یک دفاعی منسجم و یک دفاعی نامتعادل همراه بشه. شاجا نتونست کمک بکنه به دفاعی کنار. دریافت در زمین پاکستان از منطقه دور. این آفساید خیلی خوب اضافه میشه. ناصر احمد به خط حمله تیم پاکستان و توپشو در زمین کره میخوابونه. 17-17 دو تیمی که امتیاز به امتیاز در پی یکدیگر هم. دریافت در زمین کره، پاس کوتاه، امتیاز دیگه برای کره ها. 18-18 جین تاوان زننده ضربه به توپ بود. یونگ بینگ بون در منطقه سرویس. این آفشار از موتیش استفاده میکنه. منیر خان از منطقه 4 برای پاکستان چقدر بالاتنش رو تغییر میده تا بتونه توپ رو از دست مدافعین روی تور کره رد بکنه. بنیامین پاسور پاکستانی ها حالا سرویس رو میزنه. دریافت در زمین کره به صورت دیپلماتیک. نقشه این که جواب داده برای کره ها. شوی آن توک حرکت چی تابان با بکن کتازنشون برای جا گذاشتن دفاع و مکملش هان توک و حالا ساندوین در منطقه سرویس. دریافت در زمین پاکستان به خوبی انجام میگیره. حاصل این دریافت خوب به کارگیری سرعت در خط حمله پاکستان، جایی که محمد ادریس قرار داره. این بازیکن 19-19 منیر خان برای پاکستان حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین کره. این آفساید به دنبال توپ. محمد عثمان به توپ نمیرسه. تعویض در زمین کره. سونگ هیچه به زمین میاد تا در منطقه سرویس قرار بگیره به جای جیتوان. آبشار کوچ رو هیچه. دریافت در زمین پاکستان. این آبشار حمایت در زمین کره. سرویس خوبی رو زد.
در واقع خط حمله پاکستان نتونست بهره ای رو ببره. مونیخ چه توپی میگیره، این آبشار با حمایت در زمین کره همراهه، پاس بلند، خطای توپ از محمد ادریس رابرت زیدلوفسکی از استرالیا این خطا رو اعلام میکنه. داشت فرود میمد ظاهرن به تو برخورد کرد. 21-19 سونگ هیچه مجددن در منطقه سرویس، سرویس خوبی رو زد. همین که توپ خوبی در اختیار پاسور کره قرار نگرفت، خط در واقع خط حملشون از سرعت آزاد شد و همین شکل همین دفاعی خوب ناصر احمد، اون سرویس خوب باعث میشه تیم پاکستان با پاسای بلند حرکت بکنه و این موقعیت در اختیار دفاع کره قرار میگیره که تا با تعداد بیشتری منسجم روی تور در مقابل مهاجم پاکستان قرار میگیرن. تقاضای وقت استراحت میشه برای تیم پاکستان. پاکستانی که 4 امتیاز جلو بود حالا 3 پوان عقبه. عمل کرده تیم کره در طول زمان رو میبینید، هماهنگی‌های دفاعی روی تور و دفاع عقب زمین. آقای مون یون وان که به جای پارکی وون مسئولیت رهبری کره رو به عهده داره. دو تیم به زمین بر میگردن. سونگ هیچه باید ضربه اول رو به توپ بزنه برای کره‌ها. 3 تا سرویس خوب زده، این بار توپش از روی تور رد نمیشه. 15 به جای خودش بر میگرده. جی توان با اون همزمین رو ترک میکنه تا مین سو جونگ بازیکن آزاد یا لیوره جایگزین اون بشه. ادریس دریافت در زمین کره از منطقه دور، چقدر جهش میکنه این چوی هانگ سوک. خیلی توپشو بالا میگیره. 23-20 لی به زمین میاد تا در دفاع روی تور کمک بکنه دیگر مدافعین تیم کره رو. یونگ مین وون زمین رو ترک میکنه، پاسور کره. چوی هانگ سوک دریافت در زمین پاکستان به صورت دوبله وسط، نقشه ای که حالا پاکستانیا به خوبی اجراش میکنن. ناصر احمد مجری این نقشه بود. یونگ مین به جای خودش بر میگرده. این ضربه به توپ از محمد اسماعیل. ناصر احمد حالا سرویس میده، توپش از روی تور رد نمیشه. 24-21 کوک پاسور پاکستان به جای خودش بر میگرده. بنیامین و سرویس که زده میشه دریافت در زمین پاکستان به صورت دوبله وسط، در واقع تو منطقه 4 این کار انجام گرفت به صورت جاخالی. توپ در زمین پاکستان میخوابه. مون سان مین توپشو در منطقه رها میکنه که اون منطقه رو پاکستانیا پوشش ندادن. امتیاز 25 برای کره در ست اول ثبت میشه و کره موفق میشه ست اول رو با حساب 25-21 پاکستان رو شکست بده. اگرچه پاکستانی ها شروع ست رو در واقع بهتر بگم طوفانیشو انجام دادن، خیلی خوب در دفاع روی تور کارو دنبال کردن، ولی در ادامه این کره بود به خاطر تجربه بالا، تیمی که یکی از مدعیان میتونه باشه در این دوره از مسابقات، تونست پاکستان رو پشت سر بگذاره. ما اگر
به سابقه تیم ها نظری داشته باشیم، ژاپن 7 دور به مقام قهرمانی رسیده، 3 دور نایب قهرمان شده و 3 دور هم برنز گرفته. بعد از ژاپن کره 4 بار به مقام قهرمانی رسیده، 4 دور نایب قهرمان شده و 8 دور مدال برنز گرفته. پس میبینین از نظر کسب مدال کره از ژاپنی ها هم حتی مدال های بیشتری به دست آوردن. چینی ها 3 طلا، 6 نقره، 4 برنز. تیم والیبال جمهوری اسلامی ایران با 2 طلا، 1 نقره، 1 برنز در جای چهارمه که قطعاً یکی از مدعیان قهرمانی تیم والیبال ایران خواهد بود، چون 2 دوره قبل ایران برده. حالا باید ببینیم در این دوره که 18مین دوره است وضعیت چگونه برای تیم ها رقم خواهد خورد. اما اون چی که مسلم هست، ایران در خانه خودش به مسافه دیگر مدعیان خواهد رفت. کره ها در این بازی نشون دادن که همچنان یکی از مدعیان برای حضور در بازی پایانی هن. حالا باید ببینیم چینی ها یا استرالیا آیا این اجازه رو به این کره ها خواهند داد یا نه. ضمن اینکه در دور بعد، امروز دور مقدماتی ها تموم میشه، بازی پایانی ایران در مقابل چین تایپه ساعت 7 بعد از ظهر هست. دور بعد ایران به همراه چین تایپه با کره و تایلند در یک گروه قرار خواهند گرفت. پس بازی دور دوم ما در مقابل تیمی خواهد بود به نام کره. پاکستان در سمت راست، کره جنوبی در سمت چپ. ست دوم این دو تیم باید به مسافه هم برن. شروع بازی با پاکستان، زننده سرویس بنیامین پاسور این تیم، با سوت آقای نوشان بازی شروع میشه. پاس بلند به صورت جاخالی، کوشش مناسب در زمین پاکستان از منطقه 5 و دفاعی خوب. اولین امتیاز به نام کره ها ثبت میشه. جی تاوان بهترین مدافعشون تا به اینجا. مون سانگ مین بازیکن پشت خطن کره باید ضربه اول را به توپ بزنه. این دفاع خوب اولین امتیاز رو برای کره به همراه. سرویسش با اختلاف زیادی به بیرون میره. ست دوم 1-1 دو تیم برابرن. منیر خان برای پاکستان در منطقه سرویس. حالا سرویس رو میزنه، دریافت در زمین کره که به خوبی انجام میگیره از منطقه 4. ارتفاع توپ برای سوک کوتاهه تا دفاع وسط پاکستان نتونه کمک بکنه به دفاع کنار، و سوک به خوبی از پس این انجام این کار بر میاد. تاوان برای کره. حالا سرویس رو میزنه، دریافت در زمین پاکستان از منطقه دور، خیلی خوب به توپ ضربه میزنه ناصر احمد، دریافت کننده بلندزنشون که پشت خطشون هم کمک میکنه، بعضی موقعا به عنوان دریافت کننده کمک میکنه. 17 محمد ادریس بازیکن کوتاه‌زن پاکستانی ها. حالا سرویسشو میزنه، دریافت در زمین کره که به خوبی انجام میگیره. این آفشار با دفاع برگشت داده میشه. ناصر احمد مسیر توپ رو خوب پوشش میده و در دفاع عقب زمین کره این توپ دریافتی رو به همراه نداره. محمد ادریس برای پاکستانی که امتیازش به 3 رسیده، دریافت در زمین کره به صورت دوبله وسط، به دنبال توپ که به توپ نمیرسه. مون سانگ مین
خیلی خوب از مناطق مختلف به خط حمله تیم کره کمک میکنه. چوی هانگسوک باید ضربه اول رو به توپ بزنه برای کره. حالا سرویسشو میزنه، دریافت در زمین پاکستان به خوبی انجام نمیگیره، اما کار خوب پاسورشون رو دیدید، خوب با یک دست توپ رو زیر دست مهاجمش قرار داد، اما شجاع توپش به خارج زمین رفت. این ضربه به توپ از روی دست مین توپش عبور میکنه، دریافت در انتهای زمین کره، پاس بلند، این آفشار خیلی با دقت و با هوشیاری سوک به توپ ضربه میزنه، با زاویه‌ای که به توپ میده توپ دست دفاع برخورد کنه و به خارج زمین میره. این یعنی تجربه، یعنی مهارت بالا در خط حمله لحظه‌ای که بازیکن میخواد به توپ ضربه بزنه. ببینید چگونه پوان به دست میاره. هانگسوک مجدداً در منطقه سرویس، این بار سرعت توپش خیلی بالا میره، این آفشار با دفاع همراهه، توپ داخل زمین پاکستان فرود میاد و به مدافع هم برخورد داره. این نظر آقای نوژان هست. تعویض در زمین پاکستان، نه به زمین میاد، نصیر خان و محمد اسماعیل خان زمین رو ترک میکنه. هرچی بخوای خان دارن پاکستانی ها. دریافت در زمین پاکستان از منطقه چار، دفاع جا موند، کره در دفاع روی تور جا میمونه، اما نصیر خان تور رو هدف قرار میده. 7-3 در واقع عملکرد پاسور پاکستان بسیار خوب بود، اما جواب این کار خوب رو نتونست بده نصیر خان. چوی هانگسوک دریافت در زمین پاکستان، پاس کوتاه، حمایت در زمین کره، برگشت توپ مجدداً سوک کوارک، خیلی با دقت از منطقه 4 این بار با دست چپ به توپ ضربه میزنه، شماره 9شونه میگم، و یک امتیاز دیگر رو میگیره، امتیاز 8 برای کره، اختلاف پوان رو به 5 میرسونه. اولین زمان وقت استراحت فنی نیست که در این ست دوم بازی در اختیار دو تیم قرار میگیره. یونگ مین وو پاسور کره ها، فکر کنم 10-15 سال هست که من یادم میاد تو تیم کره داره پاس میده، با شماره 3 با تجربه ترین بازیکن با عمل کرده خوب، زمینی که کاپیتانشون هم هست. نحوه امتیازگیری رو میبینید، تا پوان 2 برابر بودن، پاکستان به امتیاز 3 هم رسید اما همونجا متوقف شد. چوی هانگسوک برای کره در منطقه سرویس باید ضربه اول رو به توپ بزنه. آقای نوژان در سوت خودش میدنه، دریافت در زمین پاکستان به خوبی انجام میگیره و حالا به کارگیری سرعت در خط حمله پاکستان، سید شجاع توپش در زمین کره میخوابونه. ناصر احمد حالا سرویس میزنه، دریافت در زمین کره از منطقه 4 همچنان سنسوک کوک برای کره ها از منطقه 4 خوان کسب میکنه و حالا میره تا در منطقه سرویس قرار بگیره. قابل توجه شما بینندگان عزیز ارجمند، به خصوص اونایی که والیبال دنبال کنن، هر سه دوری که جلو بود از منطقه 4 به توپ ضربه زد، توپ که به بدن بازیکنان کره برخورد میکنه و به خارج زمین میره. شماره 11 کره چوی مین هو اشاره میکنه توپ به دستم برخورد نکرد، به سرم برخورد کرد و به خاطر همین تغییر مسیر در توپ ایجاد شد. 5-9 خوانهای دو تیم تا به اینجا. دریافت در زمین کره،
دریافتشون خیلی خوبه. حمایت در زمین پاکستان و این آفشار با دفاع همراهه. مون سانگ مین کوشش خوبی رو در روی تور ایجاد میکنه و اجازه نمیده این امتیاز به نام پاکستانی ها ثبت بشه. ناصر احمد دفاع میشه. ده پنج. مینهو بازیکن کوتاه زن کره باید ضربه اول را به توپ بزنه. حالا این کار انجام میده. دریافت به خوبی انجام میگیره در زمین پاکستان. یک حرکت خوب در زمین پاکستان. ناصر احمد خوب کمک میکنه خط حمله پاکستان رو با شماره ده. شیش ده پوانهای دو تیم. شجع دریافت در زمین کره به خوبی انجام نمیگیره. پاس بلند این ضربه به توپ با دریافت مناسبی در دفاع عقب زمین پاکستان توپ همراه نمیشه. مون سانگ مین جهش خوب، استفاده از موج او رو قادر میسازه تا یک امتیاز دیگر برای کره به دست بیاره. یونگ مین وون برای کره دریافت در زمین پاکستان از منطقه چهار. منیر خان خیلی توپشو بالا میگیره، توپ دست دفاع برخورد میکنه و به بیرون زمین میره. هفت یازده محمد خشیف برای پاکستان به صورت جهشی موجی. دریافت توپ در زمین کره از منطقه چهار. خوشحالی بازیکنان کره به خاطر امتیازی که چوی هاون سوک با این آبشار به دست آورده. آبشارش میزنه توپش به دفاع برخورد میکنه. در دفاع عقب زمین پاکستان حمایتی برای دریافت این توپ انجام نمیگیره. 13 زمین رو ترک میکنه. سون هیچه که در ست اول سه سرویس خوب رو زد به زمین میاد و در منطقه سرویس قرار میگیره. اهمیت اشراف به توانایی بازیکنان رو میبینید. هیچه دریافت توپ در زمین پاکستان. حالا از منطقه دو منیر خان دفاع میشه. حمایتی در زمین پاکستان از او به عمل نمیاد. این دریافت توپ رو به خارج زمین میفرسته. کوشش مناسب در روی توپ. تقاضای وقت استراحت میشه برای تیم پاکستان. پاکستانی که شروع خوبی رو داشت در ادامه ست اول رو واگذار کرد و در ست دوم با شش امتیاز اختلاف از کره عقبه. زمینی که پارکیور هم دیدم سکوانش سه بود داشت بررسی میکرد، تجزیه و تحلیل میکرد تیم کره رو. کره ها که در دریافت عملکرد خوبی رو داشتن، در دفاعی تور در خط حمله زمینی که کمتر سرویس رو از دست دادن. پاکستانی ها در دریافت خیلی خوب بودن اما یه مقدار تجربه شون کمتر از کره ای هاست. سون هیچه پاکستان رو میبینید که زمین بر میگرد برای کره در منطقه سرویس. سونگ حالا سرویس رو میزنه. چه سرویس با سرعت بالا. 14 هفت امتیاز برای پاکستان و هفت پوان برتری از آن کره در ست دوم. دریافت انجام گرفت اما پاسور پاکستان دیر رسید به توپ که توپ رو جمع جور کنه. مجدداً 14 این بار با دقت بیشتر از منطقه دو. منیر تک دفاع میشه از منطقه دو برای پاکستان. منیر خان زننده ضربه به توپ بود و در اون منطقه سنت تو کوک پوشش خوبی رو ایجاد میکنه. بنیامین به جای خودش بر میگرده و کره ها هم یک تعویض رو انجام میدن. شیش به زمین میاد. لی
پاسور دوم کره. 14 همچنان در منطقه سرویس. دریافت در زمین پاکستان. یک ضربه از منطقه 4 به توپ. موفق ناصر احمد برای پاکستان. آبشارش میزنه توپش به دفاع برخورد میکنه و تغییر مسیری که در توپ ایجاد میشه، دفاع کره نمیتونه پوشش لازم رو در مقابل این توپ قرار بده. این ضربه به توپ از ناصر احمد. منیر خان سرویس خوبی رو زد. پاس بلند. برگشت توپ به زمین پاکستان. این آبشار. توپ در منطقه یک زمین کره میخوابه. ناصر احمد خوب کار کرده برای پاکستانی ها. مجددن منیر خان. 9-15. حالا سرویس رو میزنه. دریافت در زمین کره از منطقه دو. چوی هانگ سوک آبشارش میزنه توپش در زمین کره با دریافت مناسبی همراه نمیشه. امتیاز 16 برای کره در ست دوم. دومین زمان وقت اصطلاحات فن نیست که در اختیار دو تیم قرار میگیره. کار خوب کره ها در تمام پست ها عاملی شده برای ایجاد این اختلاف در ست دوم، ضمن اینکه پاکستان در دریافت اول خوب کار کرده اما در کارهای ترکیبی یه مقدار با مشکلاتی همراه بوده و همین موقعیت رو به دفاع کره داده تا بتونن مهاجم حقیقی رو شناسایی بکنن و توپشون رو در زمین پاکستان فرود بیارن. توپی که خط حمله پاکستان بهش ضربه زده، دفاع کره خوب تونسته پوشش رو ایجاد بکنه. دو تیم به زمین بر میگردن برای ادامه این ست و این بازی. نحوه امتیازگیری رو دیدید و نوژان امیرزاک از قزاقستان داور اول این دیدار. سرویس زده میشه. دریافت در زمین پاکستان به خوبی انجام میگیره. این آبشار. ببینیم نظر داور رو چه. خوب اعتقاد داره توپ روی خط جا گرفته، اگرچه داور خط پرچمش رو بالا آورد. تعویض توپ برای پاکستان. ادرس خوب سرویس میزنه از منطقه 4 برای کره. سن سوک کواک توپش در منطقه 5 زمین پاکستان میخوابونه. 17-10. چوی هانگ سوک شروع کننده بازی است. حالا سرویس رو میزنه. سرویس خوبی هم میزنه. برگشت توپ به زمین کره. دریافت در زمین کره. چه توپ به کره یا از دست میدن. در واقع دو بازیکن کره ای برای توپ تلاششون رو انجام دادن اما برخوردشون با هم دیگه باعث شد که خطای دو ضرب رو مرتکب بشن و از دید داور اول این خطا پنهان نمیمونه. سرویس که به خارج زمین میره. 18-11. سوک سن سوک شروع کننده بازی است. دریافت در زمین پاکستان از منطقه دو. این آفشار به خارج زمین میره. ناصر احمد توپش بدون برخورد دست مدافعین کره به خارج زمین میره. میبینید توانایی بازیکنان پاکستان خوب هست و عملکردشون میتونیم بگیم خیلی جا بالاست اما همین اختلاف هاست که کره رو بالا برده. دریافت در زمین کره. پاس بلند. این آبشار از سونگ هیچک کره رو به امتیاز 20 میرسونه. تقاضای وقت استراحت میشه برای تیم پاکستان. موقعیت هایی که یکی پس از دیگری پاکستانی ها از دست میدن.
آبشاری که در منطقه پنج زمین پاکستان فرود میاد. سانگوین از زمین بیرون رفته، بازیکن پشت خط زن کره ها و سون کیچه با شماره 14 با ورودش به زمین تا به اینجا خوب کار کرده. سنسو کوک امتیازات رو میبینید، 25 21 ست اول، 20 11 ست دوم، برتری با کره ها. کوک باید ضربه اول رو به تو بزنه. آقای نوژن و حالا سرویس خوبی هم میزنه. منیر خان در دریافت این توپ ناموفق. امتیاز 21 برای کره. اختلاف پوان 10 در ست دوم. سنگسو کوک سرعت توپش خیلی بالا بود، الان با دقت بیشتر از منطقه 4 تک دفاعی خوب برگشت تو و مجدداً این بار چای مین هو پوشش خوبی رو در روی تور ایجاد میکنه. ولی اولین دفاع رو انجام داد و در برگشت چای مین هو 22-11. کوک این دفاعی که پرارم امتیاز 22 رسید، توپی که با کمی اختلاف به خارج زمین میره. کوک توپ امتیاز رو به تیم حریف واگذار میکنه. 12-22 پوانهای دو تیم تا به اینجا و سرویس زده میشه. دریافت در زمین کره، به صورت دوبلهی در واقع کارشون رو دنبال میکنن، به جا داده میشه. داور اولم میپذیره. روبرت زیدلوفسکی بلافاصله به جا میده، در واقع خطای مهاجم کره رو اعلام کرد، خطا صورت نگرفته بود. بلافاصله هم در سوت خودش دمید و با شهامت خطای خودش رو میپذیره و به جا میده و این هم میتونه درسی باشه بس ما. دریافت در زمینه کره، پاس کوتاه، توپی که به دفاع برخورد میکنه و به خارج زمین میره. مینهو زننده ضربه به توپ بود. 23-12 مینهو آبشارش میزنه و حالا در منطقه سرویس قرار داره برای کره. دریافت در زمین پاکستان، پاس کوتاه، پوشش مناسب در زمین کره. چه نقشه ای حالا از منطقه 4 سون هیچه خیلی خوب هم موچش استفاده میکنه و گویی دفاعی در مقابلش قرار نداره. تو نزدیکترین نقطه به تور در زمین پاکستان توپش رو فرود میاره، چیزی که هر حرکت که در واقع میتونیم بگیم هر آبشار زنی دوست داره آبشارش نزدیک تور زمین حریف بزنه. حالا سونگ هیچ این کار انجام میده. 24-12 سرویس خوب، برگشت توپ از منیر خان بدون برخورد توپ به دست مدافعین کره، توپش به خارج زمین میره. 25-12 ست دوم رو هم کره از پاکستان میبره. عملکرد خوب کره به خصوص در این ست، در زدن سرویس، در دفاع روی تور و دریافت اولشون که میتونیم بگیم هنوزم در آسیا یکی از بهترین هان. ضمن که فدراسیون جهانی والیبال همیشه اذعان میکرد دریافتای دفاع عقب زمین کره رو و هر موقع هر تیمی رو میخواست در دفاع عقب زمین مثال بزنه که خوب کار کردن، کره ها رو اول میآوردن. بنابراین کره در انجام این حرکت سابقه زیادی رو داره که خوشبختانه حالا یک تیمی در آسیا مطرحه به نام ایران، نه تنها در دفاع عقب زمین، در دفاع روی تور، در خط حمله، در زدن سرویس و هماهنگی دفاع جلو و دفاع عقب زمین
نقش اول رو ایفا میکنه. ایران شرایط رو الان در آسیا و جهان اعمال کرده که همه قبول کردن و با رکوردی که به جا گذاشته در لیگ جهانی، قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا که این بازی‌ها به نام بازی‌های قهرمانی آسیا 18مین دورش به میزبانی کشور ایران، شهر تهران انجام می‌گیره در سالن والیبال آزادی تهران. امشب ساعت 7 بعد از ظهر، در واقع بعد از ظهر باید بگیم، ایران به مسافه چین تایپه خواهد رفت. دو تیمی که در این گروه جایی که قزاقستان و کویت هم حضور دارن، در واقع اون دو تیمو بردن، حالا به مسافه همدیگه میرن برای اولی و دومی این گروه. که جالبه بدونید تیم‌های اول دوم گروه ایران به مسافه کره جنوبی و تایلند خواهند رفت. اول دوم گروه الف با اول دوم گروه سه در واقع به مسافه هم میرن، اول دوم گروه دو هم با اول دوم گروه چهار در یک گروه قرار میگیرن. هر تیمی هم که بفهم تیم ما حتما به اعتقاد من سرتر از چین تایپه است، اما باید توجه بکنید چین تایپه قد قوارشون کوتاست ولی سرعتشون، عکس العملشون، جابجاییشون فوق العاده بالاست. تو امیدوارم تیم ایران چین تایپه رو ببره و مقام قهرمانی برسه. این برد دور دوم حساب میشه. در واقع ما وقتی با کره و تایلند در یک گروه قرار میگیریم به همراه چین تایپه، دیگه اونجا با چین تایپه بازی نمی کنیم. یه برد اونجا به ناممون ثبت شده. دو تیم به زمین بر می گردن، کره در سمت راست، پاکستان در سمت چپ. لی برای کره در منطقه سرویس، این هم رابرت داور دومین داره از استرالیا. دریافت در زمین پاکستان از منطقه دو، منیر خان زننده ضربه به توپ بود. آبشارش به دست مدافعین روی تور برخورد میکنه و به خارج زمین میره. هرچه زمان بازی گذشت در واقع انرژی تیم پاکستان کاهش پیدا کرد. امیدواریم در این ست شرایط بهتری رو اعمال کنن. منیر خان دریافت در زمین کره، حالا از منطقه دو به صورت جاخالی به دنبال توپ و دریافت از منیر خان. این آبشار توپ به دفاع برخورد میکنه و به بیرون زمین میره. نظر داور این هستش که توپ به آنتن برخورد کرده، با دست اشاره میکنه و ناصر احمد میره باش صحبت میکنه. یه کارت زردم میگیره به خاطر این اعتراضش که تکرار نکنه و در واقع سعی نکنه با مخالفتی رو داشته باشه. یک یک دو تیم برابرن در ست سوم. سونگ هیچه حالا سرویس رو میزنه. دریافت در زمین پاکستان، پاس کوتاه، حمایت در زمین کره از منطقه چهار. سوک کوک آبشارش میزنه در منطقه پنج زمین پاکستان. این توپ با دریافت مناسبی همراه نمیشه. کره ها امتیاز دو رو در ست سوم به نام خودشون ثبت میکنن. محمد عثمان رو دید، دریافتای خوبی رو داشته برای پاکستان، لیبراشون رو میگم با شماره 18. سونگ خوب امتیاز برای پاکستان. سرویسش در محدوده زمین پاکستان جانه میگیره. محیب رسول به زمین اومده برای پاکستانی ها. 2 متر و 1 سانتی‌متر قدشه، به جا داده میشه. خب آقای نوژان امیرزاک میگه اجازه بده من سوتمو بزنم، بعد تو توپتو بزن. رسول حالا سرویس میزن. دریافت در زمین کره از منطقه چهار، این بار توپ
سنت سوکوچ به خارج زمین میره. پاکستان قبل از کره در ست سوم به امتیاز 3 میرسه. دریافت در زمین کره از منطقه 2 موفق. چوی هانگ سوک آبشار چه میزنه توپش به دفاع برخورد میکنه و به بیرون زمین میره. یه نکته رو من اشاره کنم، کره ها تیم منسجمی هستند، دریافت خیلی توپگیریشون هم خوبه، اما جالبه که کمتر از سرعت در خط حمله استفاده کردن، اگرچه توپاشون به خوبی در اختیار پاسور قرار میگیره. دفاع خوب از کره. چوی مینهو دریافت اول پاکستان که رد میشه رو با دفاعی روی تور به امتیاز تبدیل میکنه. 4-3 حالا برتری با کره. تاوان بازیکن سرعتیشون دریافت در زمین پاکستان، چه توپی را دست میده بازیکن سرعتی پاکستان محمد ادریس. توپ خوب به دستش جفت و جور نمیشه، در واقع هماهنگی اون با پاسورشون بنیامین خوب شکل نمیگیره. 5-3 مجددن تاوان دریافت در زمین پاکستان، حالا از منطقه 2 آبشار ناصر احمد. فکر میکنم داور دوم بله خطا کرد، اشتباه کرد، که داور اول اون رو جبران میکنه. ناصر احمد آبشارش زد، توپ به دفاع برخورد کرد و بعد به آنتن. روبرت احساسش این بود که بله الان مشخص شد که دیگه در واقع نظر داور اول درست بود. ناصر احمد سرویسش از روی تور رد نمیشه. میبینید توپی که به دفاع برخورد کرد بعد به آنتن. خطای داور دوم رو داور اول جبران میکنه و این داور روبرت از استرالیا. اتفاق خاصی نیفتاد، اشتباه رو داور اول جبران کرد و در واقع حق از کسی ضایع نشد. هانگ سوک حالا سرویس میدن، توپش در محدوده زمین پاکستان جا نمیگیره. 5-6 این سرویس که با سرعت بالایی زده شد امتیازش برای تیم حریف یعنی پاکستان. اسماعیل خان سرویس رو میزنه به صورت دوبل وسط، خطای تور از تیم پاکستان. 7-5 مدافعین روی تور پاکستان خطا رو انجام میدن. تعویض توپ برای کره از منطقه 2 برگشت توپ با دفاع روی توره. حمایت در زمین پاکستان، این آبشار منیر خان آبشارش رو میزنه، توپش به دفاع برخورد میکنه و به بیرون میره. 6-7 منیر خان در خط حمله تیم پاکستان رو دیدید. محمد ادریس سرویسش در مسیر حرکت از روی تور رد نمیشه. ژاپن به امتیاز 8 میرسه. اولین زمان وقت استراحت فنی که در این ست سوم در اختیار دو تیم قرار میگیره. 25-21 ست اول، 25-12 ست دوم به نام کره ثبت شده. کره ای که با این عمل کرده خوب در دریافتای اول و توپگیری خوب داخل زمین، ضمن اینکه در زدن پاس‌های بلند با مهارت مهاجمینش کارشو دنبال کردن، میتونیم بگیم میتونن اگر از پس چین و استرالیا هم بر بیان چه بسا به جمع 4 تیم برسن، ضمن اینکه بازی دور دومشون با ایرانه که قطعا با عمل کرده خوب تیم ما تا به اینجا میتونیم. البته کار سختی رو ایران در شروع خواهد داشت، اما به هر حال ما در خانه خودمون بازی میکنیم.
توپ در اختیار تیم کره. هانگسوک او هم توپ امتیاز از دست میده. توپی که از روی تور رد نمیشه. تعویض توپ برای پاکستان. بنیامین پاسورشون در منطقه سرویس قرار داشت. پاس کوتاه. حالا یک حرکت سرعتی رو در زمین کره میبینیم. جی توان توپی که به صورت موازی با تور براش رها میشه با ارتفاع بالای تور از مسیر توپ رو عبور میده که دست مدافعین اون منطقه رو پوشش نداده. مینیکو لی پاسور دوم کره ها. یک ضربه از منطقه چهار به تور. ناصر احمد خیلی توپشو بالا میگیره. برخورد توپ به دست مدافعین روی تور کره و تغییر مسیرش که با اختلاف زیاد توپ به بیرون میره. منیر خان 8-9 پوانهای دو تیم برای پاکستان. حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین کره چقدر خوب انجام میگیره. این دریافت چه توپی را دست میده. جی توان توپش به خارج زمین میره. ست سوم امتیاز 9 برای دو تیم حالا در تابلو ثبت میشه. منیر خان مجدداً در منطقه سرویس. دریافت توپ در زمین کره. این آفشار سون هیچه. سرعت توپش بالاست. اینی که میگم سرعت توپ بالاست یعنی مدافع باید مسیر توپ رو ببینه و دستش رو در مسیر توپ قرار بده. اما وقتی سرعت توپ بالاست کار سختیه. یک لحظه توپ از بغل دستت رد میشه که حالا شد 10-9. سرویس خوبی هم میزنه پیچه از منطقه دو. دفاعی خوب کوک در کنارش توان این پوشش رو ایجاد میکنه. ناصر احمد زمین رو ترک میکنه. فاروق هیدر به زمین میاد تا به عنوان بازیکن پشت خط زن بلند زن کمک بکنه خط حمله تیم پاکستان رو. سونگ حالا سرویس رو میزنه. سرویسش در مسیر حرکت از روی تور رد نمیشه. 10-11 رسول برای پاکستان شروع کننده بازی است. یک توان سرویس رو میگیره. سرویسی که با ارتفاع کم از روی تور رد میشه و مستقیماً به منطقه 5 زمینه کره میره. 11-11 رسول مجدداً در منطقه سرویس. خیلی سرویس خوبی رو زد. همون منطقه رو هدف قرار داد البته با یه مقدار فاصله. منیر خان دریافت رو انجام داد اما دریافتش به گونه‌ای نبود که دیگر بازیکنان پاکستان به این توپ برسن. 12-11 جی تاوان زلنده ضربه به توپ و حالا در منطقه سرویس برای کره. توپ به وسط. حمایت در زمینه کره به خوبی انجام نمیگیره. 12-12 این دریافت کره ها. حاصلش یک امتیاز برای تیم مقابل که پاکستانه. فاروق هیدر چپ دستی که حالا سرویسش میزنه. دریافت در زمین کره. چه پاسی میده پاسور کره ها و چه اشتباهی میکنه فاروق در دفاع عقب زمین پاکستان. زمینی که فاروق رو داشتیم سالها مربی تیم ملی هم بود برای ایران. حالته چوی هانگسوک حالا سرویس میزنه برای کره. دریافت در زمین پاکستان. پاس کوتاه. توپی که روی خط جا میگیره. محمد ادریس
پاکستان رو به امتیاز 13 میرسونه. 13-13 این بازیکن. اسماعیل خان دریافت توپ در زمین کره، این آبشار با حمایت در زمین پاکستان همراه بود، اما کار خوب چای مین هو، توپی که در روی توپ اومده کاملا برگشت میده. سرویس زده میشه برای کره، دریافت توپ در زمین پاکستان از منطقه دور، عجب آبشاری میزنه فاروق با سرعت بالا، خیلی هم توپشو بالا میگیره. 14-14 پاکستان در این ست به مراتب بهتر از ست دوم کار رو دنبال میکنه. ادریس دریافت در زمین کره، حالا پاس کوتاه، حمایت در زمین پاکستان، فارو توپش به خارج زمین میره بدون برخورد توپ به دست مدافعین. آبشار فاروق هیدر بدون برخورد دست مدافعین به خارج زمین میره. که وقتی میبینه دفاعی کره ها حرکتی رو انجام نداده، مجدداً بازیکن سرعتی رو به کار میگیره. این آبشار، حمایت در زمین پاکستان، چه خطایی رو انجام میدن پاکستانی ها. محمد عثمان خوب پشت توپ قرار گرفت، هم مسیر توپ رو خوب تشخیص داد این بازیکنی که دیدید، هم دریافت خوبی رو انجام داد، اما خطای تور کره رو به امتیاز 16 میرسونه. دومین زمان وقت استارت فنی در ست سوم برای دو تیم کره هایی که برای حمایت تیمشون در سالن حضور دارن و به همین صورت پاکستانی ها در واقع داورانه دو تیم بودن. حالا باید ببینیم در ادامه وضعیت چگونه دنبال میشه برای دو تیم. کره‌ای که دو ست رو برده، پاکستانی که در این ست بهتر از به خصوص ست دوم کار رو دنبال کرده، آیا قادره؟ خب کره پاسورش رو عوض میکنه، پاسور اصلی رو به زمین میاره، یونگ مین وون، برای اینکه احساس خطر میکنه سعی میکنه با این تعویض یه مقدار حاشیه امنی رو برای تیمش به وجود بیاره، چون پاکستان با یک پوان اختلاف پشت سرشه. چقدر اهمیت داره تشخیص زمانها. سرویس خوبی رو میزنه پاسورش. منیر خان دفاع میشه، سون پیچه کاملا دستش روی توپش قرار میده و اجازه عبور توپ رو در روی توپ به منیر نمیده. 17-15 یون مین وون مجدداً در منطقه سرویس برای کره، چه منطقه را هدف قرار میده. مانیر توپ رو برگشت میده، حمایت در زمین کره به صورت جاخالی، پوشش مناسب در زمین پاکستان، حالا از منطقه 5 به خط حمله پاکستان اضافه میشه اسماعیل خان، اما توپش بدون برخورد دست مدافعین به خارج زمین میره. نقشه رو در خط حمله پاکستانی ها خوب اجرا کردن، اما در زدن ضربه به توپ نتونستن پوانی کسب کنن. امتیاز 18 برای کره. تقاضای وقت استراحت میشه برای پاکستان. پاکستانی که با یک امتیاز عقب بود، حالا دو پوان هم از دست داده. 18-15 حسن مظهر حسن، در کنارش خالد وقار صحبت میکنن با بازیکنانشون. نحوه امتیازگیری دو تیم رو ببینید، 15-16 پاکستان عقب بود که حالا 15-18. دریافت در زمین پاکستان،
به صورت دوبله وسط دریافت در زمین کره، چه توپی میگیرن کره ها. این آبشار ببینید چقدر با دقت زده شده. چوی هانسوک دقیقاً به پشت توپ ضربه میزنه تا توپ در مسیر حرکتی که باید انجام بده به دست مدافعین روی تور پاکستان برخورد بکنه و فاصلش با دفاع عقب زمین پاکستان زیاد بشه. 19-15 حالا پاس خوبه، این بار موفق برای پاکستان. رسول منیر خان حالا سرویسشو میزنه، دریافت در زمین کره به خوبی انجام نمیگیره، پاس بلند ببینید تو کجا توپ میفرسته و این آبشار. دقت زیاد، تجربه خوب، چوی هانسوک توپش در منطقه پنج زمین پاکستان میخوابونه. چه توپی در دفاع عقب زمین کره رها شد برای چوی، چون قدرش خوب میدونه. 20-16 این ضربه به توپ، دفاعی هم در مقابلش قرار نداشت. سونگ یک پوان سرویس رو میگیره. 21-16 تقاضای وقت استراحت میشه برای تیم پاکستان. پاکستانی که حالا هر چقدر از زمان بازی میگذره فاصلش با کره ها بیشتر میشه. بر ترتیب برای هر لحظه از بازی باید برنامه و تدبیری داشته باشی تا بتونی با تیم حریف مقابله کنی. امتیازات رو میبینید، 25 21 ست اول، 25 12 ست دوم و 21-16 ست سوم. برتری با کره تا به اینجا. سون هیچه حالا سرویس رو میزنه با سرعت بالا، یک بار سرویس دیگه هم میگیره. بازیکنی که با توانایی بالا، مهارت خوب، دو تا امتیاز سرویس رو به دست آورده. 22-16 سونگ مجدداً برای کره. حالا سرویس رو میزنه، این بار با دقت بیشتر، برگشت توپ به زمین کره از منطقه دو، حرکت خوبه. زونگ هیچ در زدن سرویس. وقتی میبینه بازیکنان تیم پاکستان بیشتر عقب نشینی کردن، نزدیک تور رو هدف قرار میده و همین باعث میشه توپ با دریافت خوبی همراه نشه، توپ به زمین کره برگشت داده بشه و خط حمله کره یک امتیاز دیگر رو بگیره. 23-16 سونگ دریافت در زمین پاکستان، حالا از منطقه دو فاروق دفاع میشه. فاروق هیدر نمیتونه توپشو با دفاعی روی تور کره با موفقیت همراه کنه. 24-16 سونگ هیچه مجددن در منطقه سرویس. حالا سرویسو میزنه با ریسک بالا به دنبال توپ. منیر خان برگشت توپ به زمین کره، چه نقشه ای در خط حمله کره ها. از منطقه چهار یک جا به جایی منیر خان خوب حمایت رو انجام داد. توپ در زمین کره، به توپ نمیرسه. سونگ هیچه پاکستان در ست سوم به امتیاز 17 میرسه. آیا پاکستانیا قادرن 7 امتیاز رو بگیرن تا با کره مساوی بشن؟ شدنی هست ولی کار سخت. دریافت در زمین کره به صورت دوبله وسط، این آبشار امتیاز تیم کره رو به 25 میرسونه. ست اول 25-21، ست دوم 25-12 و ست سوم 25-17. کره موفق میشه پاکستان رو در سه ست شکست بده. امیدواریم این دیدار مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به دیگر استودیو شبکه ورزش میریم.
بزرگ می‌کنم. خدا یار و نگهدارشون.